یک داستانی خیلی تکان دهنده است. همه جا هم گفتم شیخ ادهم یکی از عارفین بزرگ از مسیری رد میشد. این عارف بزرگ گل به روی شما یک جوان یهودی طول سگی به زنجیر کشیده بود، دنبالش راه افتاده بود، میخواست که شیخو تحقیر بکنه. تا شیخ صدای پا میشنوید توقف میکرد، میدید که یک جوان پشت سرشه، یه سگم به زنجیر کشیده بلا نسبت هزار و گل به روی شما دست گرفته داره میاد. تا شیخ نگاه میکنه میسته، راه میفته، دوباره راه میفته، تا رسید به تجمع مردم. اونجا که رسید صدا زد: فلانی جناب شیخ. با تمسخر برگردون صورتش نگاه کرد که همون جوان با طول سگش. گفت: بله فرزندم، عرضی داشتید؟ امری بود. گفت: بله یک سوال داشتم. حالا جمع خیلی جمع بود. گفت: سوال تو بفرما پسرم. گفت: این دم سگ منو میبینید؟ گفت: بله پسرم، دم سگتو میبینم. گفت: ریش خودت هم میبینید؟ گفت: بله ریش خودم هم میبینم. گفت: سوالم اینه، دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ کدوم یکی بهتره؟ دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ اگر این سوال امروز از یه ملای عادی بکنن چی میشه؟ اگر قدرت داشته باشه چشماشو در میاره، اگر گذشت بکنه از روی عاجزی و ناتوانیه. گفت: ببین پسرم، علما چقدر برکتن. گفت: ببین پسرم، ما یه قاعده داریم، اگر ریش من خدایی باشه، ریایی نباشه، روز قیامت خودم و ریشم تو بهش باشه، ریش من از دم سگ تو بهتره. اما اگر ریش من خدایی نباشه، ریایی باشه و خودنمایی باشه، روز قیامت خودم و ریشم تو جهنم باشم، دم سگ تو از ریش من خیلی بهتره. خدا دوستی و خدا طلبی در اعمال و در رفتار آدمو زینت میبخشه. زینت هر انسان مسلمان اخلاصه و این که خدا و دستورات خدا و برنامه های خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از هر امری براش عزیزتر باشه، دوست داشتنی باشه. وقتی این جمله با این ادب گفت، جوان سرش انداخت پایین، شرمنده شد. حالا نمیتونست سگش رها بکنه، نمیتونست به پای شیخ بیفته. بالاخره تصمیمش رو گرفت، سگش رها کرد و بر دست همون شیخ بوسه زد و همونجا شهادتینش به اسلام اعلام کرد. مسلمانی که 50 سال از عمرت در اسلام گذشته، مواظب ایمانت باش، وگرنه خواننده انگلیسی که 30 سال در گناه و عیاشی و شرابخوری بوده داره توبه میکنه. مواظب ایمانت باش، 50 سال تو اسلام بودی، مواظب فرزندانت باش. کات استیفن هم مسلمان شد، خواننده مشهور بریتانی، اسمش گذاشت یوسف اسلام. من یوسف پسر اسلام هستم. در قلب لندن مدرسه زده با کل تجهیزاتش و هزینش و حقوق مدرسینش. همین خواننده‌ای که تا دیروز عیاش بود، شرابکار بود، زناکار بود، هزار کار میکرد، خدا توبهش داد. مریضی سل گرفت، به درگاه خدا دعا کرد: این سل رو از من دور بکن، من دور همه چی خط میکشم، به درگاه تو توبه میکنم. و خداوند نجات داد و توبه کرد. امروز یک داعی مسلمان شده.